یکی بود یکی نبود. توی یک مزرعه سبز یه عالم حشره جور و جور کنار هم زندگی می کردن. زمستون داشت از راه می رسید. با اینکه هوا خیلی سرد نبود اما رفت و آمد حشرات در مزرعه خیلی کمتر شده بود. تا اینکه سر و صدای یک اتوبوس گنده که وارد مزرعه میشد، حشره ها رو از توی لونه هاشون بیرون کشید. این چه صداییه؟ دست و زک تو هم میشنوی؟ معلومه که میشنوم. مالا اون ماشینه است. ببین داره میره زیر درخت بزرگ گردو. خونه بابا سوسکی و هزار پا هم نزدیک دور درخت گردوه. ببین دور درخت و یه عالم صندلی رنگی و کوچولو گذاشتن. چه قشنگ. کو ببینم. آه دیدم. یعنی چه خبر اونجا؟ بیا بریم دم خونه بابا سوسکی. از نزدیک ببینیم چه خبره. باشه قبوله، بیا بریم. واسه در خونه تو ببندم. چطور این بچه ها؟ شما هم داریم میرین نزدیک درخت گردو؟ دیدین اون ماشین زرد بزرگو؟ از صبح که برای جمع‌آوری شهد گلها میرفتم تا الان مزرعه دار و خانوادش مشغول چیدن میز و صندلی دور درخت و تزیین اونا بودن. پس بیا زودتر بریم دیگه. آهای زبور کف تو زک، کجا داریم بیرید با هم دیگه؟ با شما ها سب کنیم برم بیام. شب تا واسی برم بهتون برسم. کجا با این عجله؟ چرا هرچی صداتون میکنم نگاه هم نمی کنی؟ توی ملخ خوب نشنیدم صداتو. داریم میریم نزدیک درخت گردو، جایی که اون ماشین زرد بزرگ واسداده. ماشین زرد بزرگ؟ الان دیدمش. چی کار دارن تو مزرعه ما؟ ما هم داریم میریم همینو بفهمیم. اونجا رو بریم. یه عالم بچه کوچولو از توی ماشین زرد بزرگ پیاده شدن. آخی همه یه ماشین پر از بچه هست. یکی یکی روی اون صندلی های رنگی میشینن. چقدر دلم میخواد بدونم اونجا چه خبره. چند لحظه دیگه صبر کنی میرسیم و میفهمیم چرا مزرعه‌مون پر بچه شده. همه ی حشرات دور درخت گردو جمع شده بودن. هزارپا و بابا سوسکی دم در خونه‌شون بودن و پروانه و کرم کوچولو هم همراه اونا ماجراهای اطراف درخت گردو رو تماشا می کردن. سلام به همگی، ما هم اومدیم. خوش اومدی بابا جانم. می بینم که شما هم کنجکاو شدی. من که دیگه حوصله‌ام سر رفت، اینقدر اینجا منتظر بودم. خب کوچولو هم نمیتونه از سری و تود بشیره از سر جاشون. ببین چقدر ناز و با نبکت صندلی‌های رنگی رنگیشون رو ببین. اونجا رو ببین، اون مثل این که معلمشونه. آدم بزرگه. چند تا از این آدم بزرگا همراهشونه. دوتا هم اون طرفن. مزرعه دار داره براشون حرف میزنه. کو هزار پا برو اون طرفتر منم ببینم. امروز میخوام براتون از فایده درخت و اهمیت درخت کاری صحبت کنم.
و بعدش با هم چند تا نهال میوه در نزدیکی درخت بزرگ گردو بکاریم. چه جالب! شنیدین بچه ها؟ بعدش میان نزدیک ما که نهال میوه بکارن. نهال؟ نهال دیگه چیه؟ به درختای کوچیک که تازه کاشته شدن و هنوز خیلی روش نکردن میگن نهال. آره منم میدونم نهال چیه. بعضی وقتا که دارم توی خاک تونل میکنم یهو میبینم چند تا ریشه کوچیک و تازه میاد وسط تونلای من. بعد از صدای صحبتای مزرعه دارا اون بالا فهمیدم که اینا درختای کوچیک و جدیدن که بهشون میگن نهال. خب چرا میخوان اونا رو اینجا بکارن؟ ای بابا کفش رو زک، اگه ساکت باشی داره توضیح میده چرا. گوش بده تا متوجه بشی. درخت ها خیلی برای طبیعت مهم هستن. اونا علاوه بر این که میوه تولید می کنن و هوای کره زمین رو تمیز می کنن فایده های دیگه ای دارن. کسی می دونه چه فایده هایی؟ بله شما بگو. اجازه شهر ما رو قشنگ می کنن. درسته، آفرین. از درخت ها برای زیباسازی شهرها، پارک ها و همه فضاهای عمومی استفاده می کنند. دیگه چی؟ درخت ها اکسیژن درست می کنند. حبس! دقیقاً. آفرین به شما بچه های باهوش. درخت ها بعضی از آلاینده ها و مواد شیمیایی هوا رو جذب می کنند و با تولید اکسیژن به وسیله برگ‌هاشون هوای شهرها رو تمیز می‌کنن. بیشتر از نصفی از اکسیژن مصرفی کره زمین رو درخت‌ها تولید می‌کنن. آفرین بابا جانم، عجب حرفای خوبی می‌زنه. کسی حرف دیگه‌ای داره که بخواد در مورد درخت‌ها بزنه؟ خب ببینید بچه ها، درخت ها به غیر از این چیزهایی که شما گفتین کاربرد ها و فایده های دیگه هم دارن. اونها میتونن با کمک ریشه هاشون خاک رو محکم بگیرن و اگه یک وقتی خیلی بارون بیاد اجازه نمیدن که سیل راه بیفته. از همین خاصیت ریشه و درخت برای کاهش هزینه نگه داشتن جاده ها استفاده می کنن. به همین خاطر اطراف جاده ها درخت می کارن. اجازه؟ اینی که گفتین یعنی چی؟ یعنی این که زیر جاده ها که ماشینا روش حرکت می کنن محکم و ثابت می مونه و آسفالت جاده ها کمتر خراب می شه. همین ریشه های محکم که توی خاک حرکت می کنن و درخت رو محکم نگه می دارن باعث نفوذ پذیری بیشتر آب در خاک می شن و رودخانه ها و آبهای زیرزمینی رو بیشتر می کنن. تو جنگل که درخت زیاده وقتی 10 لیتر آب بریزی روی زمین 7 دقیقه طول می کشه تا کامل جذب زمین بشه. اما توی مزرعه من برای جذب همون مقدار آب 20 دقیقه زمان لازمه. چرا؟ آقا چون تو جنگل درخت و ریشه بیشتره. دقیقا همینطوره. حالا بدون این که به گلها و گیاهای مزرعه آسیبی بخوره با همدیگه اون نهالهایی رو که کنار درخت گردو گذاشتیم رو توی خاک میکاریم. دارن میان سمت
برای گروه یک بیلکه و برای گروه دوم آب پاش گذاشتیم. معلم ها و مراقبین عزیز لطفاً به بچه ها کمک کنید. آفرین به مزرعه دار، چقدر کار قشنگ و خوبی کرد که درهای مزرعه رو برای آموزش به بچه ها باز کرد. اگر بچه ها مراقبت از طبیعت رو از این سن یاد بگیرن، میتونیم امیدوار باشیم که در آینده طبیعتی پاکتر و آلودگی کمتری ببینیم. ببینین چجوری با دستای کوچولوشون پای نهالا خاک میریزن. خیلی از دیدن بچه ها وقتی دارن به این نهالای کوچولو با اون آب پاشای رنگی آب میدن لذت میبرم. اگه خودشون با درختای کوچولویی که میکنن حرف زدن. راست میگی ملخ، این یکی از قشنگترین مناظریه که به عمرم دیدم. مطمئنم که اگه تابلوش رو بکشم یکی از بهترین کارام میشه. به به، آفرین. به به. تهیه شده در پرژن بی ام اس.